به نام خدا فصل اول علوم ششم قسمت آخر الینا فرفونه. خب ما میخواییم فصل اول علوم ششم رو تموم کنیم با هم که ولی یه دوره قبلش داشته باشیم و بعدش هم درسمون رو شروع کنیم. روش تحقیق علمی: به دلیل حس کنجکاوی ما گاهی اوقات ما باعث افزایش دانش آگاهی خود میشیم. علم هم مجموعی از آگاهی انسانه. مرحله روش تحقیق علمی: مشاهده اولین و مهمترین روش تحقیق علمیه و در حین مشاهده ما باید یادداشت برداری کنیم. دومیش طرح پرسشه که گفتیم که باید مشاهده خوب انجام بشه تا بتونیم طرح پرسش ایجاد کنیم و اگه مشاهده خوب انجام نشه طرح پرسش ایجاد نمیشه و در نهایت تحقیق صورت نمیگیره. مرحله سوممون فرضیه سازیه. فرضیه به پاسخ احتمالی و قابل آزمایش میگن که در واقع ما میایم یک راه حلی که خودمون به ذهنمون میرسه برای طرح پرسشی که داریم میدیم. مرحله‌مون آزمایشه. گفتیم که میایم فرضیه‌ای که دادیم، راه حل احتمالی که دادیم رو میایم آزمایشش میکنیم و گفتیم که آزمایش ها باید مقایسه یا تکرار پذیر باشن. تکرار پذیر به خاطر اینکه از اطمینان بیشتری ازش پیدا کنیم. توی آزمایش های مقایسه دو گروه شاهد و آزمایش داریم. توی گروه شاهد همه عوامل ثابت هستن، ولی در گروه آزمایش یک عامل متغیر و بقیه عوامل ثابت هستن. نتیجه گیری و تفسیر نتایج: تفسیر یعنی توضیحی درباره مشاهده یا علت نتایج آزمایش. پس از انجام آزمایش و دادن تفسیر باید یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم. آخرین مرحله روش تحقیق علمی نظریه است. نظریه در واقع دادن پاسخ قطعی به پژوهش ماست. نظریه فرضیه که به اثبات رسیده و با تکامل علم نظریه ها تغییر میکنن. اومدیم نمودارها رو گفتیم نمودارها نوعی نمایشگر هستن که به صورت‌های گوناگون روابط بین متغیرها رو نشون میدن. نمودار نوع خطی یا خط شکسته، ستونی، شکلی تصویری و دایره یا ون. کمیت به چیزی میگیم که قابل اندازه گیری باشه و بتونیم مقدار اون رو با یک واحد بیان کنیم. کمیت ها به دو دسته کیفی و کمی در واقع تقسیم میشن. متغیرها: هر نمودار خطی به جز نمودار دایره یا ون از یک محور افقی و یک محور عمودی تشکیل شده که هر محور معرف یک متغیره. متغیرها در نمودارها به دو تان متغیر وابسته و متغیر مستقل. گفتیم متغیر مستقل تغییراتش به طور مستقل انجام میشه و به هیچ متغیر دیگه ای وابسته نیست، ولی متغیر وابسته تغییراتش به طور وابسته است و به متغیر مستقل وابسته است. روابط بین متغیرها رو که گفتیم سه حالت: مستقیم با افزایش یکی دیگری افزایش پیدا میکنه، معکوس با افزایش یکی دیگری کاهش پیدا میکنه، یا برعکس با کاهش یکی دیگری افزایش پیدا میکنه، و ثابت با افزایش یکی دیگری افزایش پیدا کنه و نه اینکه با کاهش یکی اون یکی هم کاهش پیدا کنه. خب پس در واقع نمودار ثابت هیچ اتفاقی توش نمیفته، فقط ثابته. خب بحث جدیدی که امروز میخواییم با هم دیگه بخونیم برخورد شاپسنگا با زمینه، که یک بحث خیلی جالب در واقع برای من و خواهرم که امسال میره ششم هستش. شهاب‌سنگ ها تکه های بزرگ سنگی و فلزی هستن که ابعاد مختلفی دارن و بعد از انفجار یک ستاره در فضا با سرعت زیادی به اطراف پرتاب میشن. البته اونا با سرعت یک نواخت به فضا به حرکت در میان، تا اینکه بعد از ورود به میدان جاذبه یک جرم آسمانی مثل زمین به سمت اون کشیده میشن و سرعتشون زیاد میشه. خب میخوایم اینجا بررسی عوامل مؤثر بر قطر دهانه گودال پس از برخورد شهاب‌سنگ با زمین داشته باشیم. اولین عاملی که میخوایم بررسی کنیم سرعت حرکت شهاب‌سنگه. اینی که هر چه سرعت شهاب‌سنگ بیشتر باشه پس از برخورد اون به زمین قطر گودال عمیق‌تر میشه و در واقع رابطه‌اش مستقیمه. دومین چیزی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم جرم به اندازه یا ابعاد شهاب‌سنگ. هر چقدر جرم اندازه یا ابعاد شهاب‌سنگ بیشتر باشه پس از برخورد به زمین قطر گودال ایجاد شده بیشتر خواهد بود. رابطه این یکی هم مستقیمه.
سومین چیزی که میخوایم در بحث صحبت کنیم فاصله شهاب‌سنگ از زمینه. هر چه فاصلهش بیشتر باشه قصر و گودال ایجاد شدن بیشتر خواهد بود، رابطهش مستقیمه. چهارمین چیزی که از در واقعش میخوایم باش در واقع میخوایم صحبت کنیم و از بقیه مهمتره جنس سطح زمینه. هر چه جنس سطح زمین سخت‌تر باشه پس از برخورد اون به زمین قطر گودال ایجاد شده کم عمق‌تر خواهد بود، رابطهش معکوسه. مثلا یه مثال میزنم، مثلا من میام میگم که من یک سنگو توی مثلا سنگ مثلا یک شهاب سنگو حالا وقتی با سنگ برخورد کنه قطر دهانه گودالمون کمتره چون سنگ سفته، ولی اگه بیاد با جایی مثلا گچ یا خاک برخورد کنه یا ماسه برخورد کنه عمق گودال بیشتر میشه چون سطح در واقع جنس سطحش سخت نیست و قطر گودالمون بیشتر میشه. نکته که باید به یاد داشته باشیم اینه که اگر یه موقعی شهاب‌سنگا با دریا برخورد کردن چی میشه؟ اگه شهاب‌سنگی با دریا برخورد کرد یا گودال ایجاد نمیشه یا گودال بسیار کم عمق ایجاد میشه. چرا؟ چون عمق زیاده، چون دریاها و اقیانوسا عمق زیادی دارن و این که دلیل دیگه ای که داره اینه که مقدار انرژی شهاب‌سنگ بس از برخورد با آب کم میشه. ممنون از این که با من همراه بودید. فصل اول علوم شیشم تموم شد و چالشی که دارم اینه که نام یک شهاب‌سنگ رو بنویسید. متشکرم. لایک فالو فراموش نشه. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.